لازم سوپ کدو تنبل نیاز داریم به کدو حلوایی یا کدو تنبل به میزان 650 گرم، هویج نیاز داریم به میزان 200 گرم، پیاز 100 گرم، زنجفیل تازه به میزان 15 گرم، سیر 10 گرم، خامه صبحانه یا خامه تازه 100 میلی لیتر، روغن زیتون به میزان 60 میلی لیتر و همچنین مواد لازم برای تهیه نان سوپ. روغن زیتون مجدد نیاز داریم به میزان 50 میلی لیتر، آب نیاز داریم به میزان 150 میلی لیتر، آرد نیاز داریم که ترجیحاً آرد مخصوص نان باشه به میزان لازم، پودر سیر و نمک به صورت مجزا 5 گرم و بیکینگ پود به میزان 2 گرم. خب خانم راد، من مواد لازم و خدمت عزیزان عرض کردم، اگر اجازه بفرمایین میرم سراغ طرز تهیه. خواهش میکنم. فقط همین ابتدا دوستی گفتم با سلام و تشکر، به جای کدو چه چیزی رو میشه جایگزین کرد؟ در واقع هر سیفیجات دیگه ای مثل کلم بروکلی یا حتی فقط هویج میتونن این سوپ ها رو داشته باشن. بسیار. بله، من قابلمه ای رو که دارم روی حرارت قرار میدم و نیمی از اون 60 میلی لیتر و در واقع 30 میل روغن زیتون به تابم اضافه میکنم. پیاز رو به همراه هویج با هم دیگه تفت میدیم. هویجو که از قبل نپختیم. به هیچ عنوان. الان تفتش میدیم و آب اضافه میکنیم در نهایت و با تمامی مواد میگذاریم که کاملا پخته شه. این مرحله رو که دوستان عزیز انجام دادن، کدو حلوایی ها رو پوست بگیرن، بشورن و وزن کنن داخل فر 180 درجه سانتیگراد به همراه مابقی اون 60 میلی لیتر روغنشون، یعنی 30 میلی لیتر روغن و اون مقدار سیری که داشتن، بذارن داخل فر حدود 45 دقیقه این رست بشه یا گریل بشه. یه خورده میخوایم حالت سرخ کردگی به خودش بگیره. زمانی که کاملا هویج و پیاز ما سبک شد، کدو حلوایی یا کدو تنبل و همچنین زنجفیل تازه رو بهش اضافه میکنیم و همراه 1 لیتر آب میذاریم کاملا بپزه و این سوپمون در واقع سوپ غلیظ هستش، آبش کاملا تبخیر میشه. خب چه میکنید خانم؟ توضیح بدید. خانم عزیز، من دارم زنجفیل رو رنده میکنم. دوستان خیلی بهتر است از رنده های میکروپلن استفاده کنن، رنده های ریزی که کاملا مواد غذایی مثل جوز هندی، سیر یا مثل الان زنجفیل رو به راحتی رنده میکنه و به ریزترین شکل ممکن. ما منتظر هستیم یک مقدار آب اضافی هویج و پیاز از بین بره، کدوها رو اضافه میکنیم و همچنین زنجفیل تازه و 1 لیتر آب رو اضافه میکنیم. با حرارت متوسط و ملایم میگذاریم حدوداً 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم، بستگی به جنس ظرفتون و دماتون داره. این میپزه، آبش تقریباً خیلی کم میشه، یه مقدار خیلی کمی آب باید داشته باشه. این رو از روی حرارت بر میداریم، به وسیله هر دستگاهی که دارن، گوشکوب برقی یا بلندر، اون رو کاملاً پوره میکنن و بعد خامه تازه رو بهش اضافه میکنن و همچنین اون مقدار نمکی رو که داریم. بسیار خوب. نون رو که میفهمید؟ بله، نون رو هم اگر که وقت داشته باشیم من توضیحات کلیش رو بدم در بخش دوم به صورت عملی در خدمت دوستان باشه. ولی توضیحات کلیش بله، برای این نون سوپ ما تمامی مواد اولیه به جز آرد رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم. آرد رو خیلی به تدریج به موادمون اضافه می‌کنیم و اینها رو مخلوط می‌کنیم تا یه خمیر تقریبا منسجم و قابل فرم‌دهی باشه. خمیر نیازی به استراحت نداره. رو صفحه کارمون چونه های 40 گرمی برمیداریم از خمیر و اونها رو به صورت رول باریک و دراز فرم میدیم. روش رو آب اسپری میکنیم و هر ماده‌ای که دوست داشتیم مثل کنجد، مثل سیاه دونه، مثل سبزی های معطر، مثل پاپریکا، روش رو میپاشیم و در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت تقریبی 30 دقیقه در فر قرار میدیم. این رو در میاریم، همونطوری داغ با سوپمون میل میکنیم. بسیار خوب. دیگه تموم شده وقتمون. جدن. خب من اینجا کدو رو اضافه میکنم و همچنین زنجفیل.
و یک لیتر آبی رو که داشتیم. دیگه این سوپ میره برای پخت تکمیلی و نهایی. خب پرسیدن از چه نانی استفاده میشه؟ آرد نان فانتزی استفاده میشه؟ آرد نان فانتزی هم آرد خوبی هست، ولی معمولا برای آردی که استفاده میکنیم برای نون هامون آرد مخصوصی هستش که درصد گندمش خیلی بیشتر هست. به صورت مثال بهش میگن که آرد 21%. آها. یعنی کمتر غربالگری شده و درجه خلوصش 21% هستش که برای نون ها علل خصوص این نون خیلی بهتر از این آرد استفاده بشه. بسیار خوب. بعد پرسیدن سوال دیگه این که آیا در مایکروفر هم میشه این نونو پخت؟ الان دما و موادی رو که داریم مخصوص فر هستش، با مایکروفر با همین میزان نه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.